حادثه دختر یتیم اما زیبای یهودی مورد توجه خشایارشاه قرار میگیرد و شاه وی را به همسری انتخاب میکند. در کتاب استر آمده در سالیان دور از هند تا حبشه پادشاهی به نام اخشورش بر 127 ایالت حکمرانی میکرده. او در سومین سال سلطنت خودش جشن بزرگی را برپا میکنه و برای اون مهمانی از همه وزیران، نیروها و غلامانش دعوت میکنه تا شکوه و عظمت پادشاهی خودش را به نمایش بگذاره. این جشن 180 روز ادامه پیدا میکنه. در پایان این 180 روز جشن کوچکتری در پایتخت خودش شوش تدارک میبینه. همزمان با این جشن ملکه وشتی، ملکه وقت، مهمانی کوچکی رو در سرای خودش برپا میکنه و به جشن پادشاه نمیره. در روز هفتم جشن شوش، شاه از ملکه درخواست میکنه تا به مهمانی او بیاد و ملکه از فرمان شاه سرباز میزنه. اطرافیان شاه با دیدن این نافرمانی از ترس گسترش چنین رفتاری از سمت زنان و دیگران از شاه میخوان تا ملکه رو بر طبق قانون پارس و ماد از مقام خودش عزل کنه و فرد شایسته تری رو جایگزین کنه. شاه چنین میکنه و دستور میده تا مامورانی به سرتاسر ایران بفرستن و دختران جوان رو بیارن. این دختران برای آموزش و آراسته شدن در برابر شاه به خواجه حرمسرا سپرده می شدن. هدسا نیز به همراه باقی دختران به قصر آورده می شه. او به پیشنهاد عموی خودش مردخای که در دربار فعالیت می کرده نام و نشان یهودی خودش رو مخفی می کنه و خودش رو با نام استر معرفی می کنه. استر از میان دخترانی که به قصد آورده میشه به عنوان ملکه انتخاب میشه. شخصی به نام هامان که دشمنی دیرینه‌ای با یهودیان داشته در قصد به مقام ریاست شورای وزیران دربار میرسه. او از جایگاه و اعتمادی که در نزد اخشورش داشته برای انتقام و کینه‌جویی قدیمی خودش استفاده میکنه. پادشاه به واسطه اعتماد خود به هامان انگشتر سلطنتیش رو به اون میده تا برای اداره امور کشور از اون استفاده کنه. اما هامان از این انگشتر برای امضای فرمان کشتار اقوام یهود ساکن ایران استفاده میکنه. هامان برای انتخاب تاریخی قرعه میندازه و روز 13 ماه انتخاب میشه. او فرمانی برای کشتار یهودیان در این روز از ماه به سرتاسر کشور میفرست و با انگشتر سلطنتی اون رو مهر میکنه. مردخواه که از برنامه هامان برای کشتار یهودیان با خبر میشه لباس خودش رو پاره میکنه و به عزاداری مشغول میشه. ملکه استر هم که علت رو جویا و از ماجرا با خبر میشه از عموی خودش مردخای میخواد تا همه یهودیان رو جمع کنه و همگی 3 روز برای بخشوده شدن گناهان خودشون روزه بگیرن. پس از این 3 روز او با تمام خطری که برای جانش داشته به نزد پادشاه میره و قومیت خودش رو آشکار و از او برای نجات قوم یهود درخواست کمک میکنه. یکی از همین روزها هامان به هنگام خروج از دروازه کاخ مردخای رو میبینه که به احترامش نمیسته. او برانگیخته میشه و این ماجرا رو با خانواده‌اش در میان میگذاره که مردخای برخلاف عموم مردم از او نمیترسه و به او احترام نمیگذاره. خانواده هامان به او پیشنهاد میدن تا فردا صبح قبل از هر چیز داری برپا کنه و از شاه بخواد تا او رو به دار بیاویزه. اما شاه همان شب خوابش آشفته میشه و فرمان میده تا دفترچه خاطرات سلطنتی را برای او بخونند. وقتی به روایت نجات خود به دست مردخای میرسه از غلامان جویای پاداش میشه. اونها شاه را آگاه میکنن که پاداشی برای او در نظر نگرفته شده. شاه به فکر فرو میره که چرا پاداشی به پاس حفظ جان خود به مردخای نداده شده. فردا صبح پیش از اون که هامان فرصت کنه تا درباره به دار آویختن مردخای با شاه صحبت کنه، شاه از او درباره پاداش مردی که جان او را نجات داده مشورت میکنه. هامان نیست که جز خود کسی را به شاه نزدیک نمیدونه، در پاسخ میگه که باید لباس پادشاه را به تن او کرد و تاج پادشاهی توسط یکی از وزیران بر سر او گذاشته بشه. سپس سوار بر اسب پادشاه در شهر گردانده بشه و جار بزنن که پاداش کسی که به پادشاه خدمت بکنه چنینه. پس شاه از هامان میخواد تا همین کار را در حق مردخای بکنه. هامان نیست که نقشه شکست خورده بود چاره جز اطاعت نداشته.
ملکه سه در روز سومی که یهودیان روزه گرفتن از شاه درخواست میکنه تا با هامان به مهمانی که او برپا کرده بیاند و شاه به واسطه علاقه خودش به او میپذیره. استر سه شبانه روز این مهمانی رو ادامه میده و در شب سوم پرده از اسرار خودش بر میداره و خواسته خودش رو با او در میان میگذاره. او از شاه میخواد تا او و قوم یهود رو از مرگ نجات بده. پادشاه که در جریان فرمان هامان نبود جویای ماجرا میشه که چه کسی قصر یهودیان رو بکشه. ملکه سه داستان رو برای او توضیح میده. شاه از این موضوع برانگیخته میشه و برای قدم زدن به باغ میره. هامان که جان خودش رو در خطر میدید به پای ملکه استر میفته تا مورد بخشش قرار بگیره. شاه در هنگام برگشت به مهمانی با این صحنه مواجه میشه و با دیدن هامان در برابر ملکه تصور میکنه قصد تصاحب او رو داره. از طرفی به او میگه که هامان داری برای مردخای برپا کرده. پس شاه دستور میده تا هامان رو با همان دار اعدام کنن. ملکه استر از شاه میخواد تا او و قوم یهود رو نجات بده. پادشاه فرمان قتل عام یهودیان رو لغو میکنه و به تمام شهرها فرمانی رو ارسال میکنه که یهودیان آزادند و میتوانند در برابر دشمنان از خودشون دفاع کنند و اونها رو از بین ببرند. استر ملکه‌ای سرگردان در میان تاریخ و اسطوره. داستان استر و مردخای نیز همانند بسیاری از روایت‌هایی که از دل ادبیات و افسانه بیرون اومده مرزهایی با حقیقت و تاریخ داره. کتاب استر یا تومار استر کتابی متعلق به دوران عهد عتیقه که در زمان عبری به آن مگیلا نیز گفته میشه. روایت استر در واقع همان داستان برگزاری جشن پوریمه. با وجود پژوهش‌های گسترده صحبت از این داستان بسیار سخت و پیچیده شده، چرا که بسیاری از اسامی این کتاب منطبق بر آنچه در تاریخ آمده نیست. در این میان وجود مقبره‌ای در همدان به این دو شخصیت نسبت داده شده. نقاشی‌های متعددی هم بر اساس روایات کتاب استر و توسط نقاشان معروف قرن 17 و 18 دنیا کشیده شده. حالا بیاییم ببینیم استر و مردخای کی بودن؟ یهودیان در سال 597 پیش از میلاد مسیح بعد از سقوط اورشلیم توسط بخت و نصر پادشاه بابل به اسارت گرفته شدند. این گروه از یهودیان پس از 58 سال اسارت با ورود کوروش بزرگ به بابل آزاد شدند و در سال 539 قبل از میلاد با از میان رفتن حکومت بابل به دست کوروش بسیاری از یهودیان برای نخستین بار به بخش‌های شمالی، غربی و مرکزی ایران مهاجرت کردند و در شهرهای شوش، اصفهان و همدان ساکن شدند. در تاریخ یهودیان کوروش بزرگ هخامنشی تنها کسی بوده که منجی نام میگیره، چرا که او به واسطه منشور آزادی امکانی فراهم میکنه تا یهودیان تبعید شده به بابل با کاروانی از نیروهای نظامی او در امن و امان به اورشلیم برگردند، هرچند که عده‌ای از یهودیان از آن تاریخ در ایران باقی ماندند. در روایت ها اومده که استر دختری از میان مهاجران یهودی بوده که در زمان پادشاهی اخشورش خشایارشا در شوش زندگی می کرده. خشایارشا پسر داریوش و آتوسا دختر کوروش صاحب یکی از بزرگترین شاهنشاهی های جهان بوده. استر در عبری به معنای پوشانده شدنه و بر طبق روایت ها استر نامی بوده که او برای پنهون کردن نام و قومیت یهودی خودش به ناچار انتخاب میکنه. استر را با نام یهودی هدسان نیز میشناسند. مردخای بر طبق روایت ها عموی استر در جاهای پسر عموس که با از دست رفتن پدر و مادر استر مسئولیت مراقبت از او رو به عهده میگیره. او پیش از ورود استر به قصر در دارالسلطنه شوش در خدمت خشایارشا بوده. بر طبق روایات کتاب استر مردخای یک بار جان پادشاه رو نجات میده و به همان سبب نام او در دفترچه خاطرات سلطنتی درج میشه.
این داستان در کتاب استر این گونه درج شده که مردخای در نزدیکی دروازه‌های شهر متوجه توطئه دو نگهبان بر ضد شاه میشه. نگهبان ها با این تصور که مردخای متوجه صحبت‌های اونا نمیشه به گفتگوی خودشون ادامه میدن. اما مردخای که از اعضای عالی شورای یهودیان محسوب می شده و به 70 زبان مسلط بوده، این موضوع را به اطلاع پادشاه می رسونه و اون نگهبانان اعدام می شن. این اتفاق و نقش مردخای در آن در دفتر خاطرات سلطنتی ثبت می شه. نام مردخای یا مردوکا در لوح متعلق به بورسیپا در بین النهرین به عنوان حسابدار نیز آمده و اینطور به نظر میرسه که او در سالهای پایانی پادشاهی داریوش بزرگ یا اوایل سلطنت خشایارشا به مأموریت بازرسی از شوش مشغول بوده. این لوح تاریخی برای اولین بار در سال 1942 میلادی در موزه برلین مورد توجه قرار میگیره. این ایده که استر همان ایشتار و مردخای همان مردوک خدایان بابلی و دشمن آنان هامان در کتاب استر همان هما خدای ایلامی است به دلیل شباهت‌های زیادی میان اسامی بسیار قدرت می‌گیرد. بسیاری این داستان ها منعکس کننده جنگ میان همین خدایان و جنگ هزار ساله میان دین ایلامی و بابلی در نظر می‌گیرند که این بار در کالبد انسانی نشان داده شده. کتاب استر یا رساله پوریم در نزد یهودیان بخشی از کتاب مقدس عهد عتیق، اما برخی کتاب استر را داستانی تاریخی میدونند که سرنوشت یهودیان در زمان حاکمیت پادشاهی به نام اخشوروش را روایت میکنه. ادعای تاریخ نگارش کتاب استر را به دوره سقوط هخامنشیان و آغاز دوره اشکانیان نسبت دادند، اما زمان دقیق آن مشخص نیست. علاوه بر این برخی فردی از اقلیت‌های یهودی و برخی دیگر مردخای را نویسنده اون می‌دونند، اما در این باره هیچ سند موثقی وجود ندارد. با وجود شباهت میان جزئیات توصیفی این کتاب با درباره شاهان ایرانی، تناقضاتی نیز وجود دارد. همچنین موضوع که خشایارشا بر 20 ایالت حکمرانی میکرده در حالی که در کتاب استر اخشوروش بر 127 ایالت حکمرانی میکنه. موضوعاتی از این دست و عدم انطباق اسامی با تاریخ تردیدهایی را بر سر پذیرش تمامی موارد اشاره شده در کتاب ایجاد میکنه. در کتاب استر شخصیتی به نام اخشوروش اومده که برخی میگن همان خشایارشای اول پسر و جانشین داریوش بزرگه. در این داستان علاوه بر شخصیت‌های استر و مردخای که دو یهودیان، از شخصیتی به اسم هامان و ملک وشی نیز صحبت به میون اومده که درباره حضور برخی از این اسامی در تاریخ تردیدهایی وجود داره. بر اساس آنچه در تاریخ آمده، همسر خشایارشا کسی جز ملکه آمستریس دختر اوتانس نبوده و از شخصی به نام وشتی در تاریخ نام برده نشده. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو هم به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.